حساس و میشه درک کرد که چقدر مشکل هست مبارزه در داخل کشور. ولی اینها این کارها رو انجام میدن، از دانشجویان گرفته تا کارگران تا زنان، معلمان، تمام کارمندان، هر گروهی که در اون جامعه هست، ما شاهد هستیم که مرتبا در حال جوش و خروش و حرکت هستند و این مشعل آزادی خواهی رو از دست نمیدن و اون رو همطور فروزان نگه میدن. سخای معمولا در روزهای عید ما به یاد خاطرات شیرینی که از روزهای گذشته داشتیم میفتیم. سوالم این استش که شما چه خاطره شیرینی و خاطره انگیزاننده ای از نوروزهای گذشته تو دارید؟ والا نوروز همش زیباست و همش خاطره انگیزه. از کنم حضورتون که معمولا از هر که بپرسیم بهترین نوروزت که بوده، یاد بچگیش میفته و اینکه نوروز واقعا مال بچه هاست بیشتر، برای اینکه ما دونم جایزه میگیرن و هدیه میگیرن و پول تا نخورده میگیرن و یا سکه میگیرن، حالا یا سکهش طلای رنگه حالا یا طلاست، ولی مال ما طلای رنگ بود، طلا نبود. و بیشترش همون، ولی یه نوروزی رو من یادمه که خیلی گرونی زیاد بود. ما بچه بودیم، نوجوان بودیم در حقیقت اون موقع، یه برنامه رو تو رادیو درست کرده بودن که این کسایی که میرفتن مهمونی، مثلا اونایی که مهموندار بودن و پذیرایی میکردن، شیرنی هایی رو گرفته بودن که به هم چسبیده بود، کسی بستن که بسی نتونه بخوره، هر کی میخواست یکی برده یه تمام بلند میشود. حالا تو آبروش میرم واسه من یه چیزی واقعا خاطره است. برم یاد تو باشه یه دو هفته ما رفتیم عراق و از اون خدمت شما که بعد از اون جلسات یه برادر مسعود گفتن که یه شبی رو جمع شیم برام موزیک چیزی یادتون باشه. بله بله. بعد مسعود جان اینو من همیشه بیادم خواهم داشت تا روز آخر عمرم. چه روز خاطره بود. گفتش که آنجانی پاشو بیاید با هم یک کاری بکنیم، یک نواز بشنسیم. من هم پیانو سر کچم زرد زدن، خیلی اون همیشه نشون میدن. بله بله. با این خاطره خیلی مونده تو مغزم. آره اون یه تیکه ملودی که ایشون زد با پیانو، بعد دوستان ما، دوستان هنرمند ما در اشرف، اونا از اون ملودی یک موسیقی خیلی زیبا ساختن، یعنی اون رو پایه قرار دادن و در حول و حوش اون یک ملودی خیلی زیبایی درست کردن که اجرا میکنن و خیلی ما
لذت میبرین. اون صحنه هم که شما گفتید که برادر مسعود پیانو میزنن خیلی جالب و قشنگه. من نمیستم که شما اونجا حضور داشتین گوشه کنارا. خانم مجم، خواستم از شما سوال کنم که شما چه خاطره ای از عید و نوروز دارید؟ بله، خاطره که البته باید بگم که آقای ژورک پشت دوربین هستن، زحمات این فیلم و این برنامه رو ایشون کشیدن. من واقعا تشکر میکنم ازشون. خاطره در زمان قدیم که به قول آقای منوچهر گفتن خاطرات بچگی، عید بیشتر آدم یاد خاطرات بچگی میندازه. یه خاطره من تو بچگی داشتم، من کفش ورنی قرمز خیلی دوست داشتم. بعد میدونیم که شب عیدم پدر مادره میرم برای بچه ها لباس میخرم و کفش میخرم و دیگه خلاصه از این برنامه ها. وقتی که برای من رفتن لباس و کفش خریدن، من کفش رو میخواستم بپوشم قرمز ورنی. مادرم گفت نه، درست باید عید که شد بپوشیم. من از ترس این که نکنه هرگز نظر من کفش رو بپوشم، شاید این کفش رو برداشتم گذارم بغلم خوابیدم. ولی این یه خاطر است که البته هیچ وقت فراموش نمیکنم. ولی واقعیت میخوام بگم که شاید امروز برای من روز بسیار خوب و خاطر انگیزی هست، برای اینکه خودمو در پیش بچه های اشرف میبینم. و امروز فکر میکنم برای هممون یک خاطره نوروز خوبی باشه. انشالله در سالهای آینده اگه از اون بپرسن خاطره خوب چی داریم، همین امروز رو باید بگیم، چون ما با بچه ها پیش بچه ها هستیم و دیگه نه شما تنهایی نه من نه بچه ها. بچه ها که هیچ وقت تنها نیستن. اون راجبه اون پیانو و اینها صحبت کردین شما با برادر مسعود، یه خاطره کوچیکی هم که من دارم. موقع که من در کنار ایشون نشسته بودیم، سر نهار بود اینها در همونجا، خلاصه ما از فرصت استفاده کردم و اینا، بعد یه فندکشون داشت، من فندکشون رو گرفتم. فندکشون رو گرفتم برای یادگاری، هنوز دارم. شما که برادر مسعود رو دیدین و پیششون بودی، من که نبودم بعد چیکار کنم؟ من بعد ازشون عیدی بگیرم دیگه. بس فلش نصف فلش. ما داریم تعریف میکنم، شما هم در خاطره ما، در خاطرات ما سهیم شدید. حتما. در زمان دوست دارم که تبریکم بگم سال نوروز رو به بچه های پاریس، اولا خانم مریم رجبی. من همیشه خطاب میکنم خواهر عزیز بنده و دوستانی که اونجا تشریف دارن، سال نوروز بهتون تبریک میگم، انشاءالله سال بهتری بشه.
تبریک رو از طرف منم بپذیرین. منم تبریک میگم، انشالله که سال خوبی باشه برای بچه های تراسه. یک تبریک خیلی بزرگ باید ما داشته باشیم برای همه کسانی که دستن در کار این مبارزات این چند سال اخیر بودن و این موفقیت هایی که واقعا به دست اومد بر اثر پایداری اشرف و هدایت و راهنمایی خانم مریم رجبی و همکارانشون و این تلاش گسترده‌ای که انجام شد و چه موفقیت های بزرگی که به دست اومد تو این یکی دو سال اخیر، مخصوصا امسال که شاهد بودیم که رأی دادگاه های انگلستان